به گزارش خبرگزاری جمهور عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه گروه سنی های تونروی طالبان در توییتی اعلام کرد که دو روز قبل واقعی غمانگیز در مسیر بلدک چمن روی داد که تلفات جانی به دو طرف بر جای گذاشت به افزود تکرار چنین وقایی مایه تأصف است و طالبان از جانب خود تلاش جدی به خرج می دهد تا از چنین وقایی جلوگیری شود. وزارت امور خارجه طالبان در این حال از حکومت پاکستان خواست نسبت به جلوگیری از چنین اقدامات تحریک آمیزی که باعث خشونت می شود و بر روابط دو کشور تأثیر منفی دارد توجهی جدی داشته باشد. گزارش ها, ها کیست در جریان جنگ مرزی روز یک شنبه بین طالبان با پاکستان شش نظامی پاکستانی و یک نفر از نیروهای وابسته به گروه سنی های تون روی طالبان کشته شدند. در پی وقوع این درگیری شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به طالبان هشدار داد که تضمین دهد دیگر چنین رویدادهایی تکرار نشود تنشهای مرزی بار دیگر روابط متشنج اسلام آباد و کابل را تحت تاثیر قرار داده است و اسلام آباد طالبان را به کمکاری در مراقبت از مرزهای مشترک و هدف قرار دادن غیر نظامیان در قلمرو پاکستان متهم کرد پاکستان به شدت از رویکرد گروه سنی های تون طالبان در کنترل مرزهای مشترک با افغانستان شکایت دارد و افغانستان را به عدم هم همکاری در مقابله با تروریسم و برخورد با عناصر ضد پاکستانی متهم کند. مقامات گروه طالبان مدعیند در حال حاضر هیچ گروه تروریستی در افغانستان حضور و فعالیت ندارد حمله مسلحانه اخیر به سفارت پاکستان در کابل که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت نیز به تنشها میان دو کشور همسایه دامن زده است